خب این حمله از صبح خبرش بود و همینجوری جز جز بهش اضافه شد. چی میدونیم چه اتفاقی دقیقاً افتاد؟ نیم شب ساعت 11 صبح وقت ایران گزارش‌های منتشر شد که جایگاه‌های سوخت دچار مشکل شده. مقامات ابتدا گفتن که اختلاله و خب در یک دو ساعت اول تناقض‌گویی‌های زیادی وجود داشت، به حمله سایبری اشاره‌ای نکردن مقامات. کمی بعد یه سری ویدیو و تصویر منتشر شد از جایگاه‌های سوخت و همینطور بیلبورد‌های هک شده که شعارهای ضد حکومتی روش نوشته شده بود، همونطوری که از صبح اشاره کردیم. مثلا یکی از شعارها این بود که خامنه‌ای بنزین ما کو، و حتی خبرگزاری دولتی ایسنا یک تصویر منتشر کرد از همین جایگاه هک شده که شماره تلفن دفتر علی خامنه‌ای روش منتشر شده بود. بعد گفتش که نه، ما اینو منتشر نکردیم و تکذیب هک شدیم. ولی در نهایت بعد چندین ساعت تایید شد، مقامات تایید کردن که حمله سایبری اتفاق افتاده. آخرین در واقع تاییدیه‌ای که من دیدم مرکز ملی فضای مجازی بوده که زمان دقیقش همون ساعت 11 صبح و اینکه حمله سایبری اتفاق افتاده رو تایید کرده. ما می‌دونیم که مقامات جمهوری اسلامی به طور سنتی خیلی علاقه ندارن که حملات سایبری رو تایید بکنن، اما به نظر میاد که سطح این حمله به حدی گسترده بوده و جوری در سراسر کشور تحت تاثیر قرار داده مردم عادی رو که نمیشه از کنارش رد شد و گفتش که حمله اتفاق نیفتاده. اما اطلاعات بیشتری در مورد اینکه حمله چطور بوده، جزئیات بیشتر منتشر نشده. قدر مسلم اینه که این حمله دو تا وجه داشته. یک بخشش در واقع حمله به جایگاه‌های سوخت بوده که شبکه کارت سوخت رو که مردم با استفاده از اون بنزین در واقع با قیمت دولتی میگیرن رو تحت تاثیر قرار داده. الان مردم باید برن بنزین آزاد بخرن و پولش رو هم حتی بعضی از مخاطبان ما میگفتن که فقط پول نقد قبول میکنن. و قسمت بعد هم هک همین بیلبورد هایی بوده که قدر مسلم رو میدونید دست کم در اصفهان بیلبورد ها در بزرگراه ها دچار اختلال شده، همونطور که گفتم شعارهای ضد حکومتی منتشر شده. در کرج هم یه سری گزارش ها منتشر شده بود که البته مقامات شهرداری کرج تکذیب کردن که بیلبورد ها دچار مشکل شده. اگر که باز وقت داشته باشیم میتونم بگم که الان تا حدود ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران گفتن که 70 جایگاه فعال در سرتاسر استان تهران وجود داره و 33 خودرو هم سوخت رسانی انجام میدن، اما این جایگاه ها به شکل دستی فعال شده، همچنان امکان استفاده از کارت سوخت وجود نداره. اتحادیه جایگاهداران گفته 40% جایگاه های سوخت در کل ایران فعاله، اما از اون طرف مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته 50% جایگاه های سوخت به صورت دستی سوخت رسانی میکنن. نکته دیگه اینه که ابتدا گفتن که الان این حمله که اتفاق افتاده تا الان برطرف نشده. مقامات گفتن که در عرض چندین ساعت ما مشکل رو برطرف میکنیم، اما باز شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی میگه که ممکنه حتی تا فردا ظهر هم این مشکل ادامه داشته باشه و همچنان برطرف نشه تا اون موقع. اینا اطلاعات جدیدی که داریم. ممنونم مریم، برمیگردیم اینجا با ما در استودیو همراه بمون. آقای ثابتی، ابعاد این حمله دقیقاً چطور بوده و اینطور که گفته میشه آیا دقیقاً حمله به زیرساخت‌ها بوده و حمله به زیرساخت‌ها چه سطحی از دسترسی و امکانات رو لازم داره دقیقاً؟ بر اساس چیزی که منتشر شده تا الان میبینیم، تصاویری که اومده قطعا دسترسی بالایی بوده، یعنی نبوده که مثلا بگیم به یک پمپ بنزین دسترسی پیدا کردن یا به 10 پمپ بنزین. وقتی کل کشور دچار مشکل میشه این هستش که مشخصا در حقیقت دسترسی روی زیرساخت بوده. و خب نکته بعد این هستش که این حمله برنامه ریزی شده بوده، این نبوده که مثلا دو روز یا سه روز پیش هکرها تصمیم گرفتن خب بریم به مثلا در امروز بیایم و هک کنیم. این حمله چندین ماه احتمالا وقت به دلیل اینکه دسترسی بالایی میخواد و این هستش که شما از راه دور بتونید این کارم انجام بدید، این هستش که احتمالا دست کم سه ماه، حداقل حدس من این هستش که دست کم سه ماه برنامه ریزی شده براش. و خب هکرها دقیقا میدونستن که کجا کی حمله قراره، کی دقیقا دستشون رو کنن همین پیام ها رو بذارن، و به همین دلیل هم هست که برنامه‌ریزی مشخص کردن. و به دلیل همین ساخت دسترسی که به زیر ساخت پیدا کردن، خیلی واقعش بخواهی نظر شخصی من بخواهی خیلی راحت میشه گفتش که هکرهای معمولی نبودن، هکرهای بودن که دست کم از نظر من توسط هکر دولتی بودن، یعنی به دولتی وابسته بودن و این حملات رو انجام دادن. چون میگم از نظر لوجستیکی این دست حملات و این پیچیدگی ها اینجوری نیست که 5 نفر دور هم جمع بشن و این حمله رو انجام بدن.
اگه بخوایم نگاه کنیم به مشخصاتی که این حمله هکری داشته آقای ثابتی، چطور میبینین؟ فکر میکنین نشونه های چه جور حملاتی رو داره؟ از چه کسانی ممکنه سر بزنه؟ با چه اهدافی؟ نظر شخصی من بخواید، این حمله در ادامه حمله گروه هکری عدالت علی، هرچند ما احتمالاً دیگه اسمی از عدالت علی نخواهیم شنید، ولی از نظر من دقیقاً طبیعت این حمله، این ساختارش نشون میده که همون گروه هستن. حالا خب ممکنه اصلا هیچ وقت هیچ کسی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگیره و اعلام نکنه، هیچ گروهی هم اعلام نشه، ولی این پترنی که وجود داره نشون میده که دقیقاً همون هکرها هستن و خب همون کار دقیقاً با همون شیوه، با همون کمپین و با همون برنامه‌ریزی این کار انجام دادن. چون میگم این هستش که شما یه دفعه روز 4 آبان تصمیم بگیرید این کار انجام بدید، مشخصه که برنامه‌ریزی شده، فکر شده و حتی پیام‌هایی هم که رو تابلو گذاشتن پیام‌هایی بوده که فکر شده در موردش. شما برمیگردیم آقای ثابتی، همزمان تصاویری که میدیدید، تصاویر زنده از دوربین‌های مداربسته در سطح شهر تهران که به صورت زنده شهر رو نشون میده پس از این حمله سایبری از همه جای ایران از جمله پایتخت. مریم، خب این حمله آقای ثابتی هم اشاره کرد سابقه داشته، در چند ماه گذشته، در چند هفته گذشته گزارش‌های مختلفی از حمله‌های سایبری بوده. اونا چه جور حمله‌هایی بودن؟ چه مشخصات و مشترکاتی با این حمله توشون می‌شدید؟ خب نیوشا، واضح ترین حمله‌ای که به ذهنم میاد حمله‌ایه که در تیر ماه به سیستم راه آهن در ایران انجام شد و اختلالات گسترده‌ای رو در وضع حرکت قطارها ایجاد کردش و اصلا تا حدی که گزارش ها میگفت آشوب شده در قسمت‌های مختلف به لحاظ برنامه‌ریزی حرکت قطارها. در اون زمان ابتدا باز مقامات تکذیب کردن که حمله سایبری اتفاق نیفتاده، تکذیب کردن که اختلال ایجاد شده، اما روی در واقع جایگاه‌های نمایشی که در ایستگاه‌های قطار بود یه پیغامی ظاهر شده بود از طرف هکرها یا حمله کننده ها که نوشته بود برای اطلاعات بیشتر با یک شماره تماس تلفنی که در واقع همون شماره دفتر علی خامنه‌ای بود تماس بگیرید. این همین اتفاقی که امروز افتاده و توی این جایگاه های بعضی از این جایگاه های سوخت اشاره به همون شماره تماس شده که این رو میشه شاید یک وجه اشتراکی بده این دوتا حمله در واقع تلقی کردش. یا بعد از همین حمله به راه آهن وبسایت وزارت راه و شهرسازی مورد حمله قرار گرفتش و تا چندین ساعت اختلال روش بودش. پیغامی که در روی اون وبسایت اون موقع منتشر شد این بود که پاتون رو از گلیمتون درازتر نکنین. به نظر میومد که واضح و مشخص این پیغام خطاب به مقام ها در ایران بود. همونطوری که آقای ثابتی هم اشاره کرد، ما در 31 مرداد یعنی در اواسط تابستون هم باز همین حمله هک دوربین های زندان اوین رو داشتیم که تصویر اولی که همین گروه عدالت علی منتشر کرد تصویری بود که کامپیوترها در اون مرکز حالا کامپیوتری که در زندان اوین وجود داره دچار اختلال میشد و بعد روش یک پیغامی ظاهر میشد که خب تو اون پیغام گفته شده بود که زندان اوین لکه ننگیه برای ابراهیم رئیسی که خب قبل از اینکه رئیس جمهور بشه رئیس قوه قضاییه در ایران بودش و خب تو اون پیغام هم خواسته شده بود که از اعتراضات حمایت بشه و درخواست آزادی زندانی‌های سیاسی شده بود و بعد به تدریج گروه عدالت علی در فواصل زمانی در طی یکی دو هفته تصاویر بیشتری رو منتشر کرد از دوربین‌های زندان اوین که ایران اینترنشنال هم به یه سری تصاویر هم اختصاصی به ما رسید در اون زمان و خیلی گسترده منتشر شد. ممنونم آقای ثابتی. اما همزمان با این حمله سایبری امروز صبح فرمانده سپاه از پیشرفت ایران در زمینه تجهیزات سایبری حرف زده بود. با این حمله هایی هم که اخیراً شده و امروز هم در نظر بگیریم، اساساً چطور میشه ارزیابی کرد امنیت سایبری زیرساخت ها رو در ایران؟ کل ایده‌ای که از زمان دولت آقای خاتمی در جمهوری اسلامی همیشه این بودش که ما اینترنت ملی باید داشته باشیم. دلیلش هم این بودش که یکی از دلایل مهمش در زمینه اینترنت ملی این بود که ما همیشه امنیت بهتری خواهیم داشت و میتونیم از زیرساخت‌های خودمون حفاظت کنیم. ولی خب می‌دونیم در چند سال هم مخصوصاً در یک سال اخیر چیزی که مشاهده می‌کنیم این هستش که تمام این سرویس‌ها از پمپ بنزین بگیرید از راه‌آهن بگیرید تمام اینها پشت در حقیقت روی اینترنت ملی
ملی ایران هستند و همچنان می‌بینید که هکرها، حالا هکرهای دولتی یا غیر دولتی، دسترسی پیدا می‌کنن و خب این اطلاعات یا هک می‌کنن یا اطلاعات رو نشر می‌کنن روی اینترنت. برای همین چی گفتش که این ایده که دقیقاً و این ایده که دوست به جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده بگه که ما اینترنت ملی در جمعیت بهتر باشه، از همین ایشونه که ایده دقیقاً درست نیست و در هیچ جای دنیا می اتفاق نمیفته و نخواهد افتاد، چون میگم حتی در کشورهای پیشرفته از جمله سازمان جاسوسی آمریکا CIA حتی یه سری از اسنادش همینجوری یک چند سال قبل بودش که نشر پیدا کرد. در مورد این هستش که ایران همیشه مشخص است که ایران به دلیل علاقه ای که جمهوری اسلامی به پروپاگاندا داره همیشه میگه که ما بهترین ابزارها رو داریم، آخرین تکنولوژی ها رو داریم، از اون میگه که ما بر روی تمام فضای مجازی مدیریت کامل داریم، ولی خب واقعیت نشون میده که از دقیقاً چیزهای ساده‌ای مثل همین پمپ بنزین ها هنوز جمهوری اسلامی نمیتونه محافظت کنه. همین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت از لندن با ما بودیم. ممنونم از شما و همینطور از همکارم مریم مقدم اینجا در استودیو با من بودیم.